شهرام نه تنها در زمینه فیلمسازی بلکه در عرصه هنر عکاسی هم فعاله. اون فعالیتش رو در این عرصه با عکاسی مطبوعاتی آغاز کرد و پس از مدتی به عکاسی هنری روی آورد. از او پرسیدم در مورد فعالیتش در این عرصه توضیح بده، به ویژه عکاسی هنری. در رابطه با فوتوگرافی، من اول کار فوتوگرافی ما همزمان با کار فیلم سازی شروع کردم. در ابتدا من بیشتر کار فوتوگرافی خبری انجام میدم واسه کانال مختلف، اما بعد از مدت کوتاهی احساس کردم که تغییر این کار میتونه بیشتر در روحیه و در ایده های من تاثیر بذاره. این بود که من کار آرت فوتوگرافی همون فوتوگرافی هنری رو شروع کردم. منظور اصلی من از کار فوتوگرافی، همونطور که در مورد فیلم سازی هم من قبلا شرح دادم، بیشتر تبلور دادن و بیشتر انعکاس روحیه و جریانات داخلی و درونی یک انسان. این به خاطر همین من با مدل‌های مختلفی کار میکنم و دلیل اصلی من از این کار تا یه حدود کنجکاوی در روحی انسان، کنجکاوی در پیامدهایی که یک انسان در دنیای تنهای خود و در تنهایی خودش به هم رفته میتونه انعکاس بده، و من این انعکاس رو اگر بتونم از طریق لنز کامرا به بینندگان منتقل کنم. یکی از آخرین آثار شهرام قادر ویدیو کلیپیه به نام فتح شب که با الهام از جنبش آزادی خواهی مردم ایران سروده و ساخته شده. از شهرام خواستم در مورد این اثر برامون توضیح بده. ساختن فیلم مستند کوتاهی که در پاریس و استکهلم فیلم برداری شد، این کار در مورد ترانه سرودیه که از طرف خانم مهین ظریف پنجه آهنگسازی شده و آقای ایرج جنتی حتی شعر اینا هم رو نوشتن و همزمان آقای رافائل سانچز رهبریت ارکستر این کار رو برداشتن در پاریس. این کار به ملت و مردم ایران تقدیم شده، به پاسقدردانی از همات مردم ایران و فداکاری های مردم ایران مخصوصا در جریان تأخیر. از منظر ویران به سوی میهن پرپر، از میخک خونین میان باغ خاکستر. بله، ویدیو کلیپ فتح شب رو به صورت کامل در پایان برنامه برای شما پخش میکنیم. تشکر میکنم از شهرام قادر که در برنامه شباهنگ شرکت کرد و این گفتگو رو برای ما ضبط کرد و از سوئد فرستاد. برای اینکه بیشتر با شهرام و کاراش آشنا بشید میتونید از طریق ایمیل و یا فیسبوک باهاش در ارتباط باشید.